بنبست دیگر در رهایی زندانیان گروه طالبان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شماری از کشورها مخالف رهایی برخی از زندانیان طالبان هستند و وزارت خارجه گفتگوها را برای دریافت یک راه حل با این کشورها آغاز کرده است. خب عالی که وضعیت از چی قرار است؟ است که حکومت افغانستان یک جا با متحدین خود در قسمت نگرانی های چند کشور که راجع به رهایی 6 نفر است او را با متحدین ما کار میکنیم، تلاش صورت خواهد گرفت که یک راه حل پیدا شود. بر بنیاد گزارش ها فرانسه و استرالیا مخالف رهایی آن زندانیان طالبان هستند که در قتل شهروندان و سربازان این کشورها دست داشتند. حکومت افغانستان نیز میگوید که هرچند این زندانیان به امنیت افغانستان، منطقه و جهان یک تهدید هستند، اما نگرانی ها عمدتاً درباره 7 تن این زندانیان بیشتر هستند. فرانسه و استرالیا خو منظری و ملی ته نوی راغلی لکه ما چی وویل چې دا منظره و میله نه ده، دلته جنګ ته راغلي و. زموږ خساره چې دوی رسولې ده په افغانستان کې، د افغانانو چې رسول ده، ملت چې رسول ده، ولس چې رسول ده، دا به څنګه راکوي؟ موږ تر اوسه پورې د خپلې خسارې د دوی څه غوښتنه نه ده کړې. دا غوښتنه باید چې د دوی څه وشي، اما لیکن چې دلته افغانان په دې نسبت باندې چې صلح راسي، د دوی څه دا غوښتنه نه کوي، وایي دلته به صلح راسي. با این حال گفته می شود که از میان 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان، 44 تن در فهرست سیاه امریکا و برخی کشورها شامل هستند. 105 تن مرتکب قتل شدند، 51 تن در قاچاق مواد مخدر و 34 تن دیگر در آدمربایی ها دخیل بودند. تا کنون 80 تن این زندانیان از سوی حکومت افغانستان آزاد شدند. هم در حکومت افغانستان عناصری وجود داره که صلح نمیخواه و هم در طالبان عناصری وجود داره که صلح نمیخواه. در بود داخلیشی، در بود خارجیش من فکر میکنم که اینجا کشورهای رقیب که منافعشان در افغانستان در جنگ و صلح مطرح میشه با هم رقابت میکنم و نفوذ خودت داره بر هر دو طرف، بران پروسه را اخلال کده میرن و اخلال پروسه متضرر اصلیشان مردم افغانستان است. حالا در اوضاعی که بنبست در رهایی زندانیان آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی را در حاله از ابهام قرار داده است، برخی از چهره ها با ایجاد یک جبهه سیاسی به آغاز بدرنگ مذاکرات صلح تاکید دارند. روی مسائل کلیات آرزو داریم بحث شود، از مسائل اختلافی و از مسائلی که باعث رنجش میشه مطرح نشود و مانع شویم و بتانیم فرهنگ صلح هم مطرح بکنیم با اخلاق صلح. با این حال حکومت افغانستان میگوید که طالبان نیز باید تمامی زندانیان دولت را آزاد کند تا مذاکرات صلح آغاز شود. اما پیشتر طالبان اعلام کرده بودند که 1000 زندانی دولت را رها کردند و تا یک هفته پس از رهایی تمامی زندانیانشان آماده آغاز مذاکرات صلح خواهند بود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.